رابطه با آقای دکتر علی نیری عزیز، استاد رشته فیزیک نظری. و در ضمن کار جالبی که دکتر نیری انجام داده اینه که در واقع کلاس خودش رو از دانشگاه آورده به جامعه و الان با جوانها در سطح وسیع و گسترده برنامه رو گذاشته که به نظرم بسیار آموزنده است. طی هفته ها اونم صحبت درباره انسان مدرن و خرافات مدرن، جریبان بشر امروزی رو گرفته و هولناک، یعنی انسانی در هزاره سوم زندگی بکنه قرن 21 اما با اندیشه های متعلق به دوران قارنشینی انسان یا افکار اندیشه های مربوط به عصر حجر. دکتر نیری درود بر شما. درود به شما آقای میبودی، به بینندگان گرامی همچنین درود دارم و سپاسگزارم از سپهر عزیز که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده داره. قبل از اینکه بریم پردازیم به اولین جلسه و تجربه شما، وقتی میگیم انسان مدرن مفهومش چیه؟ وقتی میگیم خرافات مدرن اون چه مفهومی داره از دید شما؟ بسیار عالی آقای میبودی. ببینید، من انسان مدرن برای من انسانی است که پس از عصر روشنگری در باید در نظر بگیریم، انسانی است که باید به سلاح منطق، علم و عقل مجهز باشه و از هر سه اینها برای تجزیه و تحلیل آنچه که در پیرامونش اتفاق میفته استفاده بکنه. بنابراین مسئله استفاده از علم و فلسفه علم در کنار منطق و عقل که پیش از اون هم وجود داشته بسیار بسیار اهمیت ویژه‌ای برای یک انسان مدرن پیدا می‌کنه. اگر از لحاظ فکری سه حوزه مشخص شناختی رو برای انسان در نظر بگیریم که به لحاظ اینتلیکچوالی، به لحاظ فکری، یا انسان میتونه تفکرات مجرد و انتزاعی و ابسترکت داشته باشه که به این ترتیب در واقع تونسته مسائلی مثل ریاضیات رو بهش فکر بکنه، بهش بپردازه و حتی بخشی از حوزه هنر در اون قرار میگیره، یا پدیده های طبیعی و فیزیکی هست، یعنی علوم فیزیکی هست که در واقع مسائل هر آنچه که در جهان طبیعت مطرح میشه رو باید بتونه به اون ترتیب تجزیه تحلیل بکنه، و یا در حوزه علوم اجتماعی قرار میگیره که در اونجا باز هم ما میتونیم فرض کنیم که هنر رو داشته باشیم، روانشناسی رو داشته باشیم، جامعه شناسی رو داشته باشیم، شناخت اجتماعی و روابط انسانی رو داشته باشیم و مسائلی از این دست. بنابراین سه حوزه مشخص شناخت انتزاعی که فرض کنیم فلسفه و هنر حتی و ریاضیات درش قرار میگیره، حوزه شناخت طبیعی که باید از طریق دریافت‌های ملموس و مشخص باشه ما رو به علوم تجربی و دریافت قوانین طبیعی در واقع رهنمون میکنه، و نهایتا شناخت اجتماعی ما که میتونه در اون روانشناسی، جامعه شناسی، باز هنر و فرض کنید الهیات قرار بگیره. یک انسان مدرن باید بتونه این سه شناخت رو از همدیگه تفکیک بکنه و بر اساس اون تجزیه تحلیل رو انجام بده. البته به علت اینکه این مرزهای بسیار مشخصی بین این سه شناخت نیست، بعضی اوقات، یعنی به طور کلی اگه بگیم شناخت فلسفی، شناخت دینی و شناخت علمی، چون این مرزهای مشخصی نیست، گاهی اوقات در واقع ممکن هست که خدشه وارد بشه به این مرزبندی ها و مشخص نباشه، تمایز ها رو نشه قائل شد. ضمن اینکه همچنان که ما پیشرفت های علمی بسیار زیادی رو پس از انقلاب های علمی
و بعد انقلاب صنعتی و به خصوص در نیمه دوم قرن بیستم میلادی به این طرف داشتیم، یک حوزه جدید دیگه ای هم وارد شده که در واقع من حالا اسم اون رو دارم میذارم خرافه مدرن. حالا خرافه های سنتی منظورم چیه؟ خرافه های سنتی خرافه هایی هستند که در واقع برگرفته و برآمده از فرهنگ و یا ادیان هم. تقریبا هیچ فرهنگی رو نمیشناسیم و تقریبا هیچ کدوم از ادیان رو نمیشناسیم که همراه خودشون مسائل خرافی و افسانه‌ای رو نیاورده باشن. به این ترتیب من اسم اونها رو خرافه های سنتی میگذارم که از اون دست بسیار زیادن. بعضی از اونها واقعا برمیگردن به دوره های عصر جادوگری پیش از انقلاب کشاورزی، فرض کنید در 20,000 سال پیش، و همچنان اثرات اینها رو میتونید ببینید. بعضی از اونها تقریبا در همه فرهنگ ها مشترک هستن. کمتر فرهنگی رو شما میشناسید که فرض کنید باور به این نداشته باشه که اگر شما به چوبی ضربه بزنید بلایان رو از شما دفع خواهد کرد، و یا اینکه فرض کنید در بسیاری از فرهنگ های شرقی و غربی باور بر این هست که نعل اسب برای صاحبش خوش اقبالی و خوش شانسی میاره. چیزهای از این نوع در واقع برگرفته از فرهنگ های بسیار قدیمی است، از تاریخ به قول شما شاید پارینه سنگی و دوره شکارچی بودن انسان ها برمیگرده به اون دوران، دوران آغشته به خرافات، دوران جادوگری، دورانی که انسان خدایی رو برای خودش درست میکنه، خدای جادوگران، که اون خدا خصوصیات کاملا انسانی داره. و البته بعدن ادیان و مذاهب هم نقش بسیار زیادی رو داشتن در خرافات از نوع خودشون، به خصوص در مورد مذاهب. خرافاتی که ما میشنویم از نوع خرافه های مبتنی بر انجام معجزات هست. اگر معجزه رو به این شکل تعریف بکنیم که معجزه به این معنی است که شما قادر خواهید بود قوانین طبیعت رو به طور مقطعی در زمان و یا مکان مشخصی بشکنید، چنین چیزی هیچگاه نه در طول تاریخ اتفاق افتاده، نه ثبت شده و نه وجود داشته. البته شما میتونید تعریف های دیگری از معجزه بدید که دقیقا در چارچوب قوانین ریاضی و علم هستند. بسیاری از دوستان فرض کنید وقتی که صحبت از معجزه میکنن، اینها معجزه نیست، در چارچوب قوانین احتمالات قرار داره. مثلا فرض کنید وقتی که کسی از یک حادثه دلخراش تصادف رانندگی جان سالم به در میبره، بسیاری از ما به این استناد میکنیم که معجزه ای رخ داده، در صورتی که اگر که قوانین احتمالات رو در نظر بگیریم میبینیم که در چارچوب قوانین احتمال لاد این امکان وجود داشته. ولی از طرف دیگه شما میبینید هیچ وقت هیچ معجزه‌ای فرض کنید در ارتباط با یک سانحه فضایی رخ نمیده. موقعی که یک فضاپیما منفجر میشه هیچ وقت گزارشی نشده که کسی جان سالم در برده. وقتی که هواپیمایی سقوط میکنه از ارتفاع بالایی، مشخصا هیچ تا به حال هیچ مسافری زنده نمونده، برای اینکه بر اساس قوانین احتمالات و در نظر گرفتن قوانین فیزیکی، قوانین طبیعت رو شرح میده، احتمال فرض کنید زنده ماندن کسی، موجود جانداری در چنین سانحه و حادثه‌ای نزدیک به صفر هست. احتمال اونقدر پایین هست که عملا ما اون رو میتونیم صفر فرض بکنیم. مهم این هست که ما انسان‌ها خیلی برامون قابل لمس نیست که قوانین طبیعت بر اساس قوانین احتمالات، جهان ما، دنیای ما بر اساس قوانین احتمالات. و برای همین وقتی که صحبت از معجزه میشه، در بسیاری از مواقع ما این قوانین رو در نظر نمیگیریم و یا
در حد اعلاش وقتی که قلوگویی های عجیب انجام میشه در ارتباط با معجزاتی که چه در زمینه های پزشکی باشه چه در زمینه های طبیعی، عملا چنین اتفاقاتی نیفتاده و گزارش هایی است که اساسا دروغ هست، عوام فریبانه است و در بهترین حالتش به دلیل ناآگاهی مردمه و یا در بدترین حالتش به علت شیادی است که کسانی که با فروختن چنین باورهایی میتونن درآمدزایی بکنن. بنابراین من اسم اینها رو میذارم خرافه های سنتی. اما خرافه های مدرن در واقع به انسانی است که حالا چون فکر میکنه که به علت آموزش های وسیعی که دیده، حتی ممکن هست که این آموزش ها در سطح اون چیزی که ما در فرهنگ و زبان فارسی بهش میگیم تحصیلات عالی هم حتی ممکنه داشته باشه، یعنی رفته باشه به دانشگاه فرای اون چیزی که در 12 سال آموزش های پیش دانشگاهی یاد گرفته و بعد از اون شاید انسان به خصوص با تحولات بسیار زیادی که در زمینه های صنعت و تکنولوژی و علم اتفاق افتاده بود، به یک نوعی خودش رو از خرافات دور کرد. اگه شما نگاه بکنید، اصلا این یک تحقیق بسیار ساده ای است که میتونید انجام بدین. شما ببینید روی رفتار مردمان اروپا، آمریکا که با دنیای علم آشنا بودن، برید در ابتدای، یعنی در زمانی که میخواد قرن عوض بشه، ما از قرن 19 به 20 داریم میریم، شما ببینید نگرش مردم نسبت به مسائل طبیعی و پدیده های طبیعی و نگرششون نسبت به علم، دانشمندان حوزه علوم تجربی چگونه بوده است و اون رو مقایسه کنین با رفتار امروز مردمان. این مردمان که میگم هم از نخبگان سیاسی و اجتماعی میگیره تا مردم ساده. یعنی شما وقتی که قرن 20 به 21 داره تغییر میکنه، شما میبینید که از لحاظ باورهای علمی بسیار بسیار در عرض این قرن ما پایینتر رفتیم، بالاتر نرفتیم. منتها حالا به جای اینکه باورهای خرافی داشته باشیم، من اسم اینا رو میذارم خرافه های مدرن. خرافه های مدرن به جای اینکه برآمده از دین و مذهب و فرهنگ های به خصوص قدیمی انسانی باشه، برگرفته از چیزی است که من اصطلاحا از واژگانی استفاده می کنم که از در واقع دهه نیمه دوم قرن 20 به این طرف از اون یاد شده، سودو ساینس، شبه علم یا دانش نما. فرق شبه علم با خرافه سنتی این هست که در شبه علم شما میایید از واژگان علمی استفاده میکنید، از ترمینولوژی علمی استفاده میکنید، ولی هیچ نوع در واقع منطق علمی پشت سر اون نیست. اما برای کسانی که بر این باور رسیدن که فرض کنید دوره باورهای سنتی تمام شده، خریدار پیدا میکنه این نوع باورها، یعنی فروشنده های این نوع نظریات خریدارهای خوبی پیدا میکنن، چون حالا فرض کنید از واژه های پرتمطراق علمی استفاده میشه که بسیاری شاید اصلا آگاه نباشن اون واژه ها چه معنی میده و بعد ادعاهایی میشه که به سهولت نمیشه اون رو به محک آزمون گذاشت، در دست متخصصین هست، در حوزه های بسیار عالی پژوهشی و تحقیقاتی هست و به این ترتیب امکان اینکه اینها رو به محک آزمون یک فرد عادی بگذاره نیست. از این که فرض کنید یک انسان با توجه به شرایط فیزیکی و روحیش و روانیش میتونه اثر بذاره بر اجسام بیجانش اطرافش، فرض کنید در ادعایی که پیش از این در 10 سال گذشته شده بود توسط یک آقای ژاپنی که بعد خریداران بسیار زیادی در آمریکا و در بقیه کشورها پیدا کرد، پس از آمریکا در ایران خودمون متاسفانه این هست که فرض کنید که شما بسته به شرایط روانی و روحی و فیزیکیتون میتونید تا
تغییر آرایش مولکول‌های آب و یا حتی دیگر اشیا رو بدید. حتی من در یکی از برنامه‌های تلویزیون رسمی در جمهوری اسلامی دیدم که خانمی اومدن و ادعا کردن که در یک ظرف برای میوه آیه های از قرآن رو نوشته بودن یا دعای آیت الکرسی رو نوشته بودن یا چیزی از این نوع، حالا دقیقا خاطرم نیست، و در ظرف دیگری میوه ها رو بدون اینکه در روی ظرف دعایی یا آیه‌ای نوشته باشن رو در یخچال قرار دادن و بعد از فرض کنین چند روز یا یک هفته یا دو هفته اون ظرفی که شامل این دعاها نبوده بر روش میوه هاش همه پلاسیده شدن و گندیده شدن، در صورت که آن یکی ظرف دیگر این اتفاق براش نیفتاده، که همینا برگرفته از همون ادعای اون کسی بود که در ژاپن به دروغ ادعا کرده بود که یک متخصص شیمیست، در صورت که بعدا مشخص شد که ایشون یک دکترای پزشکی رو به صورت آنلاین از یک دانشگاه هندوستان داره و بعد هرگز هم ایشون به دعوت هیچ نهاد علمی چه در ژاپن و چه در جای دیگر حاضر به پاسخگویی نشد که چگونه این آزمایش رو انجام داده، چگونه این آزمایش ها رو انجام داده که و عکس ها رو گرفته که نشون میده وقتی که شخص عصبانی بوده مولکول های آب آرایش بندی دارن که به نظر خیلی خشن و ترسناک میاد، در حالتی که اگر که انسان ها خوشحال بودن مولکول های آب شفافیت بیشتری رو از خودشون نشون میدادن. اینها چیزهایی است که الان خریدار پیدا کرده. چون ببینید واژه های فرض کنید مثل عرفان کوانتومی، واژه هایی مثل کیهان هوشمند که الان متاسفانه در ایران فرقه های عجیب و غریبی درست شده بر این نوع باورهای شبه علمی که مردم هم فکر میکنن مردم ساده، مردمانی که هنوز فلسفه علم رو درک نکردن، روشمندی علمی رو درک نکردن، فکر میکنن چون از این واژه های علمی استفاده شده، چون فرض کنید اسمی از کوانتوم داره برده میشه که یکی از مباحث بسیار پیچیده و سختی است که تا حالا بشر بهش دست پیدا کرده، با این گفتن این واژه، با گفتن این که فرض کنید میتونیم بر اساس شرایط روحیمون شرایط آرایش فیزیکی و مولکولی اجسام بیجان دوربرمون رو تغییر بدیم، و بعد این که فرض کنیم بگیم که کیهان یک هوشمندی داره، یعنی به قول خودشون یونیورس یک نوع هوشمندی داره که میتونه به تقاضاهای شما پاسخ بده، اینها اسمش خرافه های مدرنه. یعنی حالا به جای اینکه معجزه رو امامان و پیغمبران و قدیسان ادیان انجام بدن برای شما، یک یونیورس، یک عالم هوشمندی داره برای شما این کارها رو انجام میده که خب به نظر میاد علمیه، بر اساس قوانین علمیه. و جالب هست همین کسانی که خودشون شدیداً از منتقدین علم هستن برای اثبات و اصالت دادن به حرفهاشون میان از علم استفاده میکنن. شما ببینید که این روزها چه جریان عجیب و غریبی در بین هر سه دین ابراهیمی را افتاده که بگوین آخرین یافته های علمی رو میشه در کتب مقدس پیدا کرد. چرا این گونه است؟ در صورت که خودشون نقش بسیار مهمی رو در جهل گرایی، در خرافه گرایی، در خرافه گستری داشتن، اما میان از علم استفاده میکنن. مبارزه وحشتناکی رو اینها با علم داشتن در طول تاریخ، هر سه این ادیان بزرگ ابراهیمی و ادیان کوچک و بزرگ دیگر نقش بسیار مهمی رو در مبارزه با تحول خواهی و تجدد گرایی علمی داشتن. و در این مبارزه شما میدونید دریغ نکردن حتی از کشتن فیلسوفان و دانشمندان و اخترشناسان و دیگر دانشورزانی که در طول تاریخ در آسیا و اروپا وجود داشتن متاسفانه، و یا آفریقا حتی. به این ترتیب مسئله به این برمیگرده که ما همچنان به علم احتیاج داریم، چون حتی مخالفین علم میدونن که اصالت با علمه، یعنی حرف اول و آخر با علمه. اما جالب هست که در ظاهر تمام قد در مقابل علم ایستادن و در باطن هم تلاششون این هست که تا جایی که میشه
اذهان مردم رو به سمتی ببرن که بتونن کنترل کنن. حالا اگر این قرار هست که با فرض کنید که دین و فرقه و باورهای ایدئولوژیک عجیب و غریب از کمونیسم گرفته تا کیش شخصیتی که در کره شمالی وجود داره یا آن چیزی که داره در کشورهای خاورمیانه میگذره توسط ادیان یا با این فرقه سازی های عجیب و غریبی که متاسفانه الان در ایران ما صدها فرقه رنگارنگ نوظهوری به وجود اومده که بر اساس این خرافه های مدرنه. کاملا درست. در خود ایالات متحده آمریکا این آخر از زمانی ها اغلب توسل به همین نظریه دارن، نظریه کائنات هوشمند، آفرینش هوشمند و اینکه بالاخره همه باید در یک روز راهی سفر آخرت بشیم و بعد نگاه میکنیم به صاحبان این طرز فکر، رسائل ارتباط جمعی عدیده دارن، ده ها فرستنده رادیویی دارن، 100 میلیون دلار ثروت دارن. این از همین راه ثروت های کلان اندوختن و اغلب هم که پیشبینی هاشون غلط از آب در اومد. یا در خود هالیوود ما هنرپیشگان امروزی داریم که هنوز به جادو جنبل اعتقاد دارن، هنوز به جادو و جنبل اعتقاد. در نزدیکی خانه ما آقای دکتر نیری محل سکونت شیطانگرا هاست، خونه قرمز رنگه. ما الان 60,000 شیطانگرا در آمریکا داریم، شیطان پرست. بله. جلسه دارن، همدیگر رو میبینن و با هم مناسبات دارن. به هر حال کاملا درسته. خب حالا میخوام ببینم که این مباحث رو که با نسل جوان در میان میگذارید بیشتر پرسش اونها چیه؟ دغدغه ها و نگرانی هاشون چیه؟ ببینید چیزی که من تا به حال در ارتباط با جوانهای ایرانی متوجه شدم این هست که یک اتفاق خوبی داره میفته. یعنی متاسفانه برخورد ما برخورد همیشه جزمی بوده، حتی اگر هم در راه درستی بوده برخورد جزمی بوده. اینکه شما به باورهای انسانها توهین بکنید، تحقیرشون بکنید، این راهگشا نخواهد بود. راه به نظر من این هست که ما تا جایی که میتونیم باید فرهنگ پرسشگری رو گسترش و اشاعه بدیم. ما باید پرسش ها رو برای نسل جوان و یا کسانی که ذهن جوان دارن، من بیشتر از نسل جوان حرفم رو کسانی است که ذهن جوان دارن، چون بر اساس تعریف و قوانین فیزیولوژیکی باید اینطور باشه که ذهن جوان ذهن پرسشگر باشه. شما نگاه کنین یک خردسال از پرسیدن نمیترسه، ولی ما به علت فرهنگی که توسط خانواده و پدر و مادر در وهله اول و بعد مدرسه و حکومت بر ما تحمیل میشه از پرسش کردن میترسیم. پرسش کردن به معنای کسب خبر نیست، اینکه ما بپرسیم حال کسی چطوره، امروز آیا هوا خوب خواهد بود یا نخواهد بود، اینها پرسش نیست، کسب خبره. پرسش یعنی پرسش های عمیق کردن، یعنی پرسش توأم با تفکر انتقادی. دقیقاً. بنابراین ما باید بتونیم این critical thinking، تفکر انتقادی یا بهتر بگیم اندیشه سنجشگر رو گسترش بدیم. این باید از خانواده شروع بشه، از مدارس ابتدایی شروع بشه تا بعد در جامعه گسترش پیدا بکنه. جامعه جهانی ما امروز، نه فقط فکر کنید در خاورمیانه، در همین آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، به علت سیستم آموزشی که سیستم آموزشی همگانی درست شده، عملا چیزی که این وسط داره پایمال میشه و شده متاسفانه و ما داریم اثراتش رو میبینیم، از بین رفتن تفکر انتقادی. اگر امروز آقای میبودی شما شاکی هستید از اینکه در بین بسیاری از داعشیان افراد با تحصیلات بسیار عالی، با مدارج بسیار عالی آکادمیک وجود داره، ناشی از اون هست که شما وقتی که تفکر انتقادی، این اندیشه سنجشگر رو از انسان بگیرید، تبدیل به یک زامبی خواهد بود. یعنی در واقع بقیه براش فکر میکنه. دقیقاً درست. و او قدرت فکر کردن، قدرت سنجشگری رو از دست خواهد داد و این به نظر من بزرگترین مشکل جامعه امروزی و جامعه مدرن بشریه. خبرنگار آلمانی از بیل که رفته بود به رقه در
سوریه یعنی تختگاه داعش و برگشته بود، گزارش که میگه فوق العاده جالبی که تصور نکنید که اینا آدم هایی هستن مربوط به گذشته، خیر اینا شبیه من و شما هستن، بازی های کامپیوتری دوست دارن، به طور فصیح به زبان انگلیسی و فرانسه تکلم میکنن، سی ان ان گوش میکنن، نگاه میکنن، فیلم سینمایی دوست دارن ببینن، دقیقاً آقای میگه تحصیلات عالیه دارن، برخیاشون شکسپیریان. خیلی گزارش جالبی بود. میبودی دلیل داشتم که گفتم انسان مدرن خرافات مدرن، برای اینکه دقیقاً همینه. اول خیلی ها این هست که این آدم ها حتما دارن، خیلی عذر میخوام، این قصد توهین به هیچ کسی ندارم، ولی یک نوع با حالت تحقیر که اینا لابد با سوار شتر میشن و گوسفند میچرن، اصلا همچین چیزی نیست. بسیار ظاهر مدرنی دارن، همونطور که میگی بسیار هم با تکنولوژی مدرن آشنا هستن، ولی مسئله مغز تفکرشونه. کاملا درسته، کاملا درسته. آقای دکتر نیری عزیز، همونطور که فرمودی در ایران الان خیلی همینجور که اشاره فرمودی کسانی هستن که راه افتادن و دکون‌های جدید درست کردن، هم تو گفتید هم متکی به شبه علم و بیشتر هم از واژگانی استفاده کردن، واژگان علمیه، اما تایتوی قضیه رو که نگاه بکنید ببینم اون خرافات بی پایه گذشته فرقی نکرده، فقط صورت قضیه یعنی ویترین رو خیلی قشنگ آراستن که حتی تحصیل کردگان ما رو فریب میدن، یعنی اگه مشکلی داشته باشن به اونها رجوع میکنن. در آمریکا بعضی وقتا سرکله اونا پیدا میشه، میان به اینجا درآمدهای انگو به جیب میزنن و برمیگردن. من اولا فکر میکنم آقای میبودی، البته واقعا شما خودتون بهتر از هر کسی در این زمینه میدونید، سخته که من در این مورد با شما صحبت بکنم، اما نظر شما بسیار صاحب هست در این مورد. اگر شما به تاریخ خود ایران نگاه بکنید، و چون حالا به خصوص این برنامه برای فارسی زبانان هست و ایران و افغانستان و تاجیکستان، امیدوارم که از این برنامه بهره ببرن، نه اینکه در بقیه دنیا نیست، ولی مثال به خصوص رو من میخوام در اونجا بزنم. اگه ما در فرهنگ فلات ایران رو نگاه بکنیم به طور کل، شما ببینید که ما ایرانی ها چه زمانی به عرفان روی آوردیم، زمانی که و بعد به سمت صوفیگری و مسائل دیگه که اتفاق افتاد، زمانی که یک ایران حمله خارجی بهش میشه، مغول‌ها در ایران میان و به ناگاه یک نوع، بعد از اینکه مغول‌ها به اسلام روی میارن، یک نوع جزم اندیشی وحشتناک دینی و مذهبی. خب حیفم میاد که این بحث رو ناچار میشیم چون برنامه 30 ثانیه دیگه تموم میشه. میانم یادتون باشه تو کجا اومدیم، رسیدیم به دوره حمله خارجی به ایران، ایران رفته در سکوت و جمود، وضعیت پریشی پیدا کرده. حالا ببینیم در این وسط چی پدید میاد. به نظرم خیلی بحث آموزنده ای. آقای دکتر تشکر میکنم، تا هفته آینده. موافقید؟ با کمال. با شما دنبال میکنیم. خدا نگهدار.